پس بنابراین اینجوری نیستش که خورشید دقیقا 30 روز در هر یک از اینا باشه. اولا اینا 12 تا نیستن و 13 تا، ثانیا زمان مساوی هم بینشون نیست. حالا قرارداد کردیم که لحظه آغاز بهار رو یعنی اعتدال بهاری رو ساعت 0 حساب بکنیم و شروع این به اصطلاح تقسیم بندی تقویممون. حالا 2000 سال پیش لحظه شروع بهار یعنی اعتدال بهاری زمانی بود که خورشید در صورت فلکی حمل دیده میشد، اما مال 2500 سال پیشه. الان دیگه اینجوری نیست. چرا؟ به دلیل اینکه زمین یک حرکت دیگه هم داره به اسم حرکت تقدیمی که باعث میشه هر 26000 سال یک بار این داستان یک دور کامل رو طی بکنه، که حالا باز این رو هم در بحث حرکت تقدیمی و مطالبی که راجع به حرکت تقدیمی و تقویم و این چیزا صحبت میکنم اینا رو در آینده کامل توضیح میدم. پس به هر صورت در اول بهار 2500 سال پیش خورشید در برج حمل بود، الان تغییر وضعیت داده، الان خورشید در برج حوت یا ماهیه. حدود 500 سال دیگه هم از این برج هم رد میشه میره تو برج آبکش یا دلو. پس الان شما اگر توی گوگل دایرتر بروج اصطلاح جستجو بکنید توی خیلی از منابع چه آنلاین اینترنتی و چه حتی منابع نوشتاری و کتاب ها شما میبینید که روبروی برج حمل می‌نویسن فروردین، تازه اونم با دقت می‌نویسن اول فروردین تا 30 فروردین، در حالی که اصلا اینجوری نیست. در تقویم شمسی ما لحظه بهار رو می‌گیریم اول به اصطلاح فروردین، در تقویم شمسی ایرانی البته لحظه اول بهار رو می‌گیریم اول فروردین، 31 روز بعدش رو می‌گیریم توی 31 روز رو می‌گیریم فروردین. پس بنابراین 2000 سال دیگه 10000 سال دیگه هم هیچ فرقی نمی‌کنه، لحظه بهار هر جا که باشه فروردین ما شروع میشه، مدتش هم 31 روزه، درست شد؟ اما با در تقویم برجی اصلا داستان به این شکل نیست. تقویم برجی یعنی که الان خورشید در چه برجیه که این هم تغییر میکنه، همینجوری در طی 26000 سال این 12 برج رو میچرخه. 2500 سال پیش برج حمل بود، الان حوت، 500 سال دیگه از حوت میره بیرون میره توی دلو یا آبکش. خب نتیجه این که اینه که البته تقویم برجی دیگه منسوخ شده و دیگه تقریبا استفاده نمیشه، اما متاسفانه تقویم برجی حالا افتاده دست هر صورت کسایی که اهل فال قهوه و خرافات و نمیدونم آسمان و نمیدونم طالبینی و این چیزا هستن. بیاد مثلا فرض کنیم میگه که خب شما متولد چه برجی هستی؟ برج مثلا فرض کنیم جمنای هستی، برج نمیدونم دو پیکر هستی، برج سرطان هستی، برج چی هستی؟ بعد روی اون میاد به شما میگه که شما چه خصوصیاتی داری، چه تشکیلاتی داری، که حالا این بحثش بماند که این از کجا اومده، داستان چه جوریه، که یکی دو بار توضیح دادم، گفتم که فکر کنم اول همین ویدیو هم که اشاره کردم، اجداد ما در گذشته هزاران سال پیش، هزار سال پیش شب که میشد دیگه هیچ کاری نداشتن جز اینکه ساعت 6 یا 7 بعد از ظهر به وقت ما که غروب که میشد دیگه اون موقع هم که نمیشد بخوابی، که اونها بودن زیرین آسمان کبود بسیار زیبای پرستاره، هیچ اطلاعی هم که از هیچی نداشتن، از پدیداری که نمیدونن داستان چی به چیه. خب این بابا اینجا نشسته میبینه که امروز پاش شکسته، همزمان یک مثلا ستاره دنباله دارم توی آسمون دیگه، میگه ها ستاره دنباله دار واسه شکستن پا میشه. خب این دیگه کاری نداره که بابا همسایه‌ت هم ستاره دنبال داره که دیده تو خونه‌اش گنج پیدا کرده، پس اونم میگه ها این ستاره دنبال دار گنج پیدا میشه. به هر صورت همه پدیده‌های آسمانی رو یک جوری وصف می‌کردن به پدیده‌های زمینی، یا به عبارتی مشکلات زمینی و پدیده‌های زمینی رو دلایلش رو توی ستاره‌ها دنبالش می‌گشتن، وصف می‌کردن به اون. این داستان یواش یواش یک دکان دستگاهی برای یک عده درست کرد، یک عده به هر صورت پادشاه وقتی میخواست بره به جنگه از کاهن و نمیدونم مشاور منجمش پرسید که حالا البته خب هیچ وقت هم اسم داره بگه منجم، ولی به هر صورت اون زمان به هر صورت دیگه نجوم
یک شاخش هم این داستان ها بوده. ازش میپرسید که خب الان وقت جنگ هست یا وقت جنگ نیست؟ اینم ستاره ها رو یک نگاهی میکرد، میگفت نه الان چون مثلا فلان سیاره در فلان برجه مثلا اگه حمله بکنی شکست میخوری، یا مثلا فرض کنید میگفتن که اگر در خورشید در فلان برج باشه مثلا بیماری زیاد میشه، یا مثلا شنیدید میگن قمر در عقرب، این یعنی که اگر برج اگر قمر یعنی ماه رو در برج عقرب میدیدن میگفتن که اوضاع به هم میخوره، اوضاع شیر تو شیر میشه. پس بنابراین اینها ریشش برمیگرده به زمان جاهلیت انسان، وقتی که هیچ اطلاعی از هیچ نداشت، نمیدونست داستان ریشه و پدیده ها چیه. اینها رو توی ستاره ها میدید، اون ستاره رو دیدم این بالا سر اومد پس مال اینه، اون ستاره رو دیدم اینجوری شد، اون ستاره اونجوری شد و این داستان ها. حالا کار به اون مسائلش من ندارم، اینو میخوام بگم که اگر احیانا شمایی که الان دارید این ویدیو رو میبینید جزو کسانی هستید که حالا به این داستان هم باور دارید، بدونید که 2000 سال از قافله عقبید. یعنی که اگر الان حساب میکنید که متولد مثلا فلان برج هستید پس خصوصیات برج فلان در شما وجود داره، نه، هر کسی اینو به شما گفته نمیدونید که دیگه الان آغاز بهار در برج حمل نیست، الان آغاز بهار در برج حوت یا ماهیه. پس با همین حدود تقریبا یک ماه شما همه این داستان ها رو اشتباه کردین و اینم یواش یواش تغییر میکنه. خب نجوم به زبان ساده، 14 ساعت آموزش ساده مفهومی و بالاتر از سطح مقدماتی مبانی نجوم و ستاره شناسی در یک مجموعه 10 قسمتی. در ابتدای مجموعه و یا در موارد لازم دیگر مبانی ریاضی و فیزیک لازم برای درک مطالب نیز مرور و بیان شده است تا همه افراد در هر سطحی امکان استفاده از مطالب بیان شده را داشته باشند. تمامی این مجموعه 14 ساعت به صورت رایگان از طریق یوتیوب قابل مشاهده می باشد. علاقمندان به نجوم و کیهانشناسی می توانند تمامی این مجموعه 14 ساعتی را به همراه مجموعه های قبلی شگفتی های جهان هستی، حیات، کیهانشناسی به زبان ساده و افسانه هستی را به همراه تعدادی ویدیو و نوشته مرتبط دیگر خریداری کنند. مجموعه آموزشی نجوم به زبان ساده، اولین کتاب آموزشی نجوم به صورت ویدیو با شیوه تدریس کلاسی و به زبان فارسی.